رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید گفتگوهایش در تهران با مقامات به نتیجه مشخصی نرسید در این بین آمریکا میگوید اگر ایران در مذاکرات اتمی هفته آینده حسن نیت نشان ندهد گزینه‌های دیگری وارد دستور کار خواهند شد گیتاریان و جزئیات بیشتر در این باره امروز رافل گروسی خلاصه از آخرین گزارش دوره خود را به شورای حکام ارائه داد. سپس در یک کنفرانس خبری گفت که گفتگوهاش با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نتیجه مشخصی نداشت. آقای گروسی تاکید داشت که آژانس و ایران باید در مورد نظارت های آژانس و یک سری موارد پادمانی به توافق برسند. تاریخی برای ادامه گفتگو با آژانس تعیین نشده اما او تاکید داشت که مسائل باید به سرعت حل بشن. ما به مرحله ای نزدیک می شویم که من نتوانم تضمین بدهم که اطلاعات کامل داریم از گذشته و در پی حادثه در تاسیسات تسای کرش تا کنون آژانس نمیدونه در اون محل چه کارهایی صورت میگیره زیرا ایران اجازه نصب دوباره دوربین نداده آقای گروسی گفته های سازمان انرژی اتمی ایران در مورد تناقض در لحن بیانیه امروز با اظهارات دیروزش در تهران را رد کرد به گفته او دیدگاه و موضع دولت جدید ایران کاملا با دولت پیشی متفاوته و چالش کنونی اینه که دو طرف موضع همدیگر را درک بکنند این در حالیه که پنج روز به مذاکرات وین باقی مانده سهشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که نمایندگان دولت جدید ایران با حسن نیت به مذاکرات بیان اگر ایرانی ها با عمل یا بیعملی خود نشان دهند که حسن نیت ندارند و هدفشان مشخص نیست ما ناچاریم به دیگر راه ها متوسل شویم آقای پرایس ابراز امیدواری کرد که این دولت ایران مانند دولت پیشین بتونه نتیجه بازگشت به برجام رو ببینه لغو برخی تحریم ها گیتا آریان صدای آمریکا.